صدایی دیگر. اونایی که صدای من میشنوند. زنها حق ندارن که چرا باید کتک بخوریم؟ نگفتن که قرار کسی من رو سلاخی کنن. این موامه، اینم منم، منم، این منم. به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. صدای دیگر. خوشحالم که پادکست هفته گذشته که در مورد پایان خودخواسته بارداری و پلتفرم زاگاه بود مورد توجه بسیاری از شما مخاطبان عزیز صدای دیگر قرار گرفت. دسترسی زنان رو به سقف خودخواسته جنین تسهیل کنید. اگر نیاز داشته باشن که حتما با پزشک صحبت کنن، دو تا پزشک در زاگاه که اونها راهنمایی های پزشکی رو انجام میدن. قرص های میزوپروستول یا سایتوتک، قرص های استاندارد پایان دادن به بارداری که در خارج از ایران هم استفاده میشه. قرص میزوپروستول بنابراین قرص امنیه، سازمان بهداشت جهانی تایید کرده استفاده از قرص میزوپروستول رو برای پایان دادن به بارداری و روش بسیار امن و ایمنیه، هیچ مشکلی معمولا به وجود نمیاد. زهرا از تهران برام نوشت از اینکه از دردهای ما میگویید و به ما راه حل نشان میدهید ممنونم. مسعود نوشت متاسفانه تقریبا تلاشی برای پیشگیری از بارداری ناخواسته از طریق آموزش مسائل جنسی نمیشه و بیشتر از سیاستهای تنبیهی استفاده میشه. مریم هم در پیامی خواست تا با توجه به قوانین و محدودیتهایی که در جمهوری اسلامی وجود داره جزئیات بیشتری در مورد شیوه همراهی شیوا نظرآهاری و همکارانش در وبسایت زاگاه رو مطرح کنیم. این بار در گفتگو با شیوا نظرآهاری مدیر پلتفرم زاگاه از اون در مورد جزئیات همراهیشون با افرادی که قصد پایان دادن خودخواسته به بارداریشون دارن پرسیدم. اگر زنی بالای 18 سال هستید خوشحالم که شنونده این پادکستید و ازتون میخوام همه ی مسائل ایمنی و بهداشتی که در موردشون حرف میزنیم رو با دقت دنبال کنیم. میفهمم که یک بارداری ناخواسته میتونه چه باری رو بر دوش شما قرار بده، اما یادتون باشه بیش از هر چیز شما و سلامتتون اهمیت داره. خب شیوا، درسته که هفته گذشته تا حدی به این موضوع پرداختیم، اما باز برای ما از پلتفرم زاگاه و امکاناتی که در اختیار مراجعان آنلاینش قرار میده بگو. توی زاگاه ما از ابتدا دو وجه تعریف کردیم برای کارمون، یکی تولید محتواهای هم آموزشی هم محتواهایی در راستای افزایش آگاهی در حوزه حقوق باروری و عدالت باروری که این کار رو به صورت مستمر انجام دادیم، حالا با تألیف مطالبی، با ترجمه مقالات مختلفی که داره. ولی بخش دیگه و بخش بسیار مهمی که در زاگاه ما از 2 سال و نیم پیش شروع کردیم این بوده که بتونیم دسترسی زنان رو به سقف خودخواسته جنین تسهیل کنیم. کاری که کردیم اینه که در ابتدا یک لیستی از پزشکان امن در شهرهای مختلف ایران تهیه کردیم که این هم با استفاده از معرفی کاربرها بوده، یعنی پزشکایی که توسط کاربرها معرفی شدن، توسط افراد دیگه معرفی شدن، ما این لیست رو جمع‌آوری کردیم و آدم‌ها وقتی که بهمون مراجعه میکنن در شهر مثلا در مشهد نیاز دارن که یک پزشک امن زنان مراجعه کنن، ما از اون لیست اسامی رو در اختیارشون قرار میدیم تا بتونن مراجعه کنن. در حوزه در واقع پایان خودخواسته بارداری یک روشی وجود داره به اسم روش خودمدیریتی، یعنی خودمدیریتی سقط خودخواسته بارداری. ما برای پایان خودخواسته بارداری از این راه استفاده میکنیم، یعنی معمولا افرادی که ما مراجعه میکنن و نیازمند کمک هستن برای پایان دادن به بارداری ناخواستشون طریق در واقع روشی که خودشون بتونن در خونه این کار رو انجام بدن و خودشون مدیریت کنن این رو جلو میبریم، که در بیشتر کشورهایی که سقط خودخواسته جنین غیرقانونیه و سختگیری ها زیاده معمولا گروه های فمینیستی و گروه های زنان از این راه استفاده میکنن، مگر اینکه در طول پروسه یک پیچیدگی هایی به وجود بیاد، مشکلاتی به وجود بیاد که مثلا اون فرد نیازمند این باشه که حتما پزشک مراجعه کنه و ارجاع داده بشه به بیمارستان. ما هم در زاگاه از این روش استفاده میکنیم، یعنی این طوریه که آدم ها مراجعه میکنن،
میخوان که به بارداری ناخواستهشون خاتمه بدن. خب یک سری سوالا مطرح میشه برای اینکه وضعیت رو ارزیابی کنیم، مثل اینکه بارداری در هفته چندمه، وضعیت سلامتی اون زنی که میخواد به بارداریش خاتمه بده چطوریه. یک سری سوالای این رفت و برگشت انجام میشه و ما کسای امنی رو که میشناسیم در داخل کشور که میتونن قرص‌هایی رو در اختیار این افراد قرار بدن و معرفی میکنیم، وصل میکنیم اینها رو، قرص تهیه میکنن، دستورالعمل رو بهشون میدیم، خودشون توی خونه طبق اون دستورالعمل این قرص ها رو مصرف میکنن. طی اون مدتی که در واقع این پروسه داره انجام میشه و حالا دو سه هفته بعدش که ممکنه که سوالاتی داشته باشن، هی مراجعه میکنن، در مورد علائمشون سوال میکنن و اینا، ما در کنارشون هستیم، کمکشون میکنیم که بتونن این پروسه رو در آرومترین شکل ممکن انجام بدن. اگر نیاز داشته باشن که حتما با پزشک صحبت کنن، دو تا پزشک در زاگاه که اونها راهنمایی های پزشکی رو انجام میدن. و بعد از اینکه دو هفته از مصرف قرص هم گذشت، معرفیشون میکنیم که برن سونوگرافی و یه سونوگرافی انجام میدن و مطمئن بشن که سقط جنین به صورت کامل انجام شده. شیوا، فرض رو بر این بگذاریم که من فردی هستم که میخوام سقط جنین رو انجام بدم، به سراغ وبسایت شما اومدم، از شما کمک گرفتم، راههای ارتباطی با شما رو پیدا کردم، اما به طور ناگهانی وبسایت زاگاه فیلتر میشه یا راه ارتباطیم رو با شما از دست میدم. در اون شرایط باید چه کار کنم؟ واقعیتش سوال سختی رو پرسیدین. ما راههای ارتباطی که داریم با افراد هم از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر، خب ایمیل هم معرفی کردیم، ایمیل میزنن افراد، از این سه طریق میتونن بهمون مراجعه کنن. اگر که اینها رو از دست بدن راه دیگه‌ای وجود نداره، حداقل ما هنوز راه دیگه‌ای نداریم که اگر مثلا مشکل برای اینترنت به وجود بیاد، وبسایت نمیدونم در ایران فیلتر یا نه، احتمال داره همین الان فیلتر باشه، ولی بیشتر مراجعات واقعا از طریق شبکه‌های اجتماعی، یعنی توی توییتر یا توی اینستاگرام بیشتر مراجعات ما از اون طریق انجام میشه. توی توییتر، حالا شبکه ایکس جدید، و در اینستاگرام بهمون پیام میدن و ما همونجا راهنماییشون میکنیم. منی که میخوام سقط جنین انجام بدم، به شما مراجعه کردم، قرص ها رو به من توصیه کردید، اونها رو در طی یک روز در فاصله 3 ساعت من 10 تا قرص رو خوردم و حالا دچار خونریزی غیر قابل کنترل شدم. آیا میتونم برم دکتر، بیمارستان و بگم من دچار خونریزی شدم، یا به محض اینکه وارد بیمارستان بشم اونا میفهمن که من اقدام به سقط جنین کردم و برام مسائل و مشکلات عدیده در جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد؟ بستگی به نحوه مصرف قرص داره. ببینیم، ما تجربه گروه های فمینیستی توی مکزیک و کشورهای دیگه‌ای که خب قوانین خیلی سختگیرانه در مورد سقط خودخواسته جنین وجود داره استفاده کردیم. توصیه‌ای که به آدم ها انجام میدیم اینه که قرص ها رو از راه دهان مصرف کنن، چون دو نوع راه مصرف برای قرص وجود داره، همیشه واژینال مصرف کنن، هم میتونن از طریق دهان مصرف کنن. اگر که قرص رو به طریق دهانی مصرف کنن، نه هیچ امکانی برای اینکه توی بیمارستان متوجه بشن که شما این قرص رو مصرف کردین وجود نداره، و اگر که خونریزی غیر طبیعی بود و غیر نرمال بود، ما خودمون توصیه میکنیم که برن بیمارستان، به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنن. میتونن بگن که مثلا من سقط غیر خودخواسته داشتم، سقط جنین برام اتفاق افتاده، باردار بودم، حالا الان به نظرم میرسه که سقط کردم. اگر قرص از طریق دهان مصرف بشه، هیچ راهی وجود نداره که کادر بیمارستان بتونه متوجه بشه. در حال حاضر ما میدونیم که در جمهوری اسلامی زنانی که میرن و آزمایش بارداری میدن، نامشون ثبت میشه و گروهایی برای پیگیری این افراد و روند بارداریشون وجود داره. آیا این شیوه کنترل جمهوری اسلامی این خطر رو داره که اگر زنی که فکر میکنه بارداره مراجعه بکنه برای انجام دادن تست بارداری، برای اینکه مطمئن بشه که بیدلیل این قرص ها رو مصرف نمی کنه، بعد از اون طریق، از طریق شبکه‌های بهداشت دچار مسئله‌ای بشه؟ هنوز این سیستم اجرایی نشده تا جایی که ما اطلاع داریم، به خاطر اینکه روزانه با افرادی که دچار بارداری ناخواسته شدن ما در ارتباطیم و اتفاقا این ترس و نگرانی در خیلی از این افرادی که مراجعه میکنن وجود داره. نگرانن که اگه برن آزمایشگاه آزمایش بدن یا مثلا برن سونوگرافی، اسمشون جایی ثبت بشه و بعد درشون مشکلات قضایی به وجود بیاد. تا
به حال همچین چیزی نبوده، یعنی به نظر میاد که این سیستمی که گفتن که ما ردگیری میکنیم زنایی که باردار باشن و که ببینیم چه اتفاقی واسه در ادامه براشون میفته، هنوز راه اندازی نشده. آدم های خیلی زیادی بودن که توی مدت مراجعه کردن، رفتن آزمایش دادن و بعدش هم به سخت خودخواسته انجام دادن، مشکل خاصی براشون به وجود نیومده. کارگروهی که رئیس سازمان جوانی جمعیت اگر اشتباه نکنم اشاره کرده که راه افتاده، کارگروه نفس که البته جدیدم نیست، این کارگروه توی سال 1400 راه اندازی شد. یه چیز متفاوتیه اینطوری که به نظر میرسه، یعنی طبق تحقیقاتی که ما کردیم و بررسیایی که ما کردیم، یه کارگروهیه که مشابه کلینیک های بحران در آمریکا عمل میکنه. یعنی اینها حالا با حضور توی کلینیک های زنان، پزشکای زنان، یه سری پوسترهای نصب میکنن، پوسترهای سر غلط اندازه، در واقع فریب دهنده است و گمراه کننده است. همونطور که خودشون اعلام کردن، کسایی که مراجعه میکنن به این کلینیک ها، پزشکای زنان، به مذهب های زنان، با دیدن این پوسترها فکر میکنن که اینها کلینیک های قانونی سقط جنین هستن، باشون تماس میگیرن، کسایی که نمیخواستن بارداریشون ادامه بدن باشون تماس میگیرن و یه جورایی در دام این کارگروه نفس میفتن. اونجا اون وقت این کسایی که در اونجا کار میکنن، حالا به طرق مختلف، خیلی خیلی همونطور که اشاره کردم مشابه نمونه آمریکایی، حالا با کمک کردن و با محبت کردن و با همدلی کردن، به طرق مختلف سعی میکنن که این زنان رو از تصمیمشون منصرف کنن. در مورد کارگروه نفس دقیق نمیدونم، ولی خب با توجه به شرایط ایران خیلی احتمال داره که حتی تهدید توش باشه و آدم‌ها دیگه اصلا اساساً بترسن از این که بخوان سقط جنین انجام بدن اگر در دام پوسترهای فریب دهنده این گروه نفس بیفتن. آخرین صحبتت برای زنی که در حال گوش کردن به صدای دیگره و داره به این فکر میکنه که بارداری ناخواسته‌ای رو که براش اتفاق افتاده خودخواسته پایان بده چیه؟ تنها حرفم میتونه این باشه که اگر دچار بارداری ناخواسته شدید، نگران نباشید، به روش‌های غیر امن دست نزنید. گروه هایی وجود دارن که میتونن به شما کمک کنن. گروه زاگاه یکی از این گروه هاست. میتونید به ما پیام بدید، ما راهنماییتون میکنیم تا قرص استاندارد و امن تهیه کنید، دستور عمل های لازم رو بهتون میدیم و در طی پروسه با مشاوره و راهنمایی هایی که میدیم در کنارتون هستیم تا بتونید به بارداری ناخواستتون پایان بدید. امیدوارم در این پادکست صدای دیگر به پرسش‌های شما پاسخ داده شده باشه. میتونید اطلاعات بیشتر رو در وبسایت زاگاه به آدرس zagah.com zaagaah.com تکرار میکنم zaagaah.com یا از طریق اینستاگرام زاگاه به آدرس zaagaah و یا از طریق توییتر زاگاه به آدرس zaagaah به انگلیسی و یا سرچ کلمه زاگاه در توییتر پیدا کنید. اگر جزئیات بیشتری میخواید بدونید میتونید با شیوان زراحاری و وبسایت زاگاه تماس بگیرید و سوالاتتون رو مستقیم با اونها در میون بگذارید. همچنان ازتون سپاسگزارم که شنونده این پادکست هستید. میتونید نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این پادکست در تمام پلتفرم هایی که از اون طریق اون رو گوش میدید بگذارید. مخصوصا در کست باکس که فکر میکنم راحت ترین شیوه کامنت گذاشتن رو در اختیار شما قرار میده. من رویا کریمی مشت از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.